فمینیسم تاریخچه نظریات گرایش ها و نقد گردآوری توسط نرگس رودگر مرکز تحقیقات زن و خانواده با حمایت سازمان ملی جوانان تاریخ انتشار بهار 1388 قسمت 16 هم. نقد پیامدهای فمینیسم بررسی طبعات، تأثیرات و پیامدهای جریانات اجتماعی یکی از مهمترین راه های نقد هر جریان است. پیامدهای جنبش و نظریه فمینیستی از جنبه های مختلف مورد مطالعه بررسی و ارزیابی دانشمندان و صاحب نظران غرب و شرق قرار گرفته است. منظور از پیامدهای فمینیسم تحولات و تغییراتی است که پس از شکلگیری فمینیسم در نحوه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان دیده و به فمینیسم نسبت داده می شود. نگرش های مختلف به پیامت های فمینیسم پیامت های فمینیسم انعکاس های متفاوتی در نقطه نظرها و تحلیل های صاحب نظران داشته است که این امر مستقیما به نگرش های متفاوت تحلیلگران در مورد ماهیت فمینیسم و جایگاه آن در غرب باز می گردد. در یک نگرش، فمینیسم یکی از جنجال برانگیزترین جنبش های اجتماعی و فکری جهان در قرن بیستم تلقی می شود. به ای که بسیاری از دگرگونی های اجتماعی سیاسی و حقوقی در وضعیت زنان در جوامع مختلف را می توان در وهله نخست ناشی از این جنبش دانست. حضور زنان در عرصه عمومی به صور مختلف از جمله اشتغال در حوزه اقتصادی و رده های مختلف مناسب دولتی حق رأی عضویت در پارلمان و قوه قضایی بهرهمند شدن از حقوق مدنی و مانند آن از جمله این تغییرات دانسته می شود. روث سیدل معتقد است امروزه در اثر جنبش فمینیستی زنان بسیار بیش از گذشته وارد دانشگاه ها و مراکز تحصیلی می شوند. در تعداد زنان شاغل و مقدار درآمد زنان متخصص افزایشی روزافزون مشاهده می شود. زنان با اثبات توانایی خود در انجام کارهای گوناگون بیش از پیش مورد پذیرش و تحمل مردان قرار می گیرند. همچنین به دلیل جریانمندی فمینیسم زنان بر حفظ و کنترل بدنهای خود تواناترند و می توانند قدرت تولید مثل خود را کنترل کنند. مهمتر از همه این که زنان تشخیص دادند خود باید نقش خیش را جدی بگیرند و به جای آن که از طریق وابستگی به مردان هویت خود را بازیابند باید به خود متکی باشند. روث سیدل تأکید می کند با وجود تمام این تغییرات باید همچنان تحولات و تغییرات فراوانی در راستای منافع زنان در جامعه تحقق پذیرد. در کنار نظرات مذکور که با روی کردی مثبت به تغییرات زندگی زنان در دهه های اخیر می نگرد، روی کردهای دیگری وجود دارد که با روی کردی انتقادی تأثیرات فمینیسم را تحلیل می کند. پروفسور بروک فمینیسم افراطی را مخربترین و عقب افتاده ترین جنبش می داند که با روحی مستبدانه عمیقا مخالف کلیه ارزش ها و سنت ها و خواستار بازسازی کلیه ارزش های اخلاقی و اجتماعی و حتی طبیعت انسانی است. از نظر بروک، فمینیسم بدون آن که چیز زیادی به زنان بدهد مشکلات جدیدی بر زنان تحمیل کرده و باعث سردرگمی و ایجاد نارضایتی های کاذب در زنان امروزی شده است. نیکولاس دیوید سن نیز فمینیسم را نهزتی کوته و محصول تعصب افراطی دهه شست می داند که گرچه نقش به سزایی در گشودن درهای کار، تحصیل و ورزش بر روی زنان داشته اما از جهات بسیاری مشکل ساز بوده است. از جمله اینکه با ترغیب زنان در حضور در صحنه اجتماعی آنان را از مزایای خانه و خانواده محروم ساخته است. همچنین فشار روحی ناشی از رقابت با مردان باعث افزایش بیماری‌های های جسمی و روحی در زنان شده و انگاره های فمینیستی هر گونه روابط زن با مرد را دچار مشکل ساخته است. انعکاس اکاس دستاورت های در نشریات غرب نیز قابل توجه است. مشکلات زنانی که در اثر ترویج آموزه های فمینیستی از ازدواج و مادری رویگردانده و به اشتغال و احراز پوست های مهم متمایل شده اند محور این انتقادات است. نیویورک تایمز نوشته است زنان بدون فرزند افزورده و سرگردان هستند و روز به روز نیز بر تعدادشان افزوده می شود. نیوزویک نیز می نویسد زنان مجری عصبی هستند و در زیر بحران عمیق عدم اعتماد به نفس خورد می شوند. همچنین در پاره از متون روانشناسی آمده است، زنانی که صاحب پست های مهم هستند، گرفتار شیوع بی سابقه اختلال های هیجانی، ریزش مو، ناراحتی های عصبی، الکلیسم و حتی حمله های قلبی هستند. همچنین در دیگر نوع متون روانشناسی آمده است امروز تجرد زنان مستقل نشانه یک بیماری امده عصبی است نشریه نشنال ریویریو هم طی می نویسد آزادی زنان به جبران فسادها و تباهی های خود درآمد بیشتر سیگار مخصوص زنان اجازه داشتن بچه بدون شوهر روابط آزاد جنسی و غیره را به نسل ما عطا کرده است در عوض علت اصلی خوشبختی زنان یعنی مرد را از ما دزدیده است. همچنین زنانی که زمانی خود فمینیست بودند دستاوردهای فمینیسم را این گونه ارزیابی نمودند. الیزابت میر نویسنده نشریه لس آنجلس تایمز می گوید نسل ما را چون قربانی در راه جنبش زنان سر بریدند. زنان ساده لوحی چون من فریب فمینیسم را خوردند. در مجله دیگری میخوانیم جنبش زنان باعث شد به جای کسب موقعیت تازه موقعیت موجود را هم از دست بدهیم و سرانجام فیت ویلسی سخنگوی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری ریگان در سخنرانی خود با عنوان فمینیسم پیشرو در حال عقب نشینی اظهار داشت فمینیسم لباسی است مانند لباس دیوانه ها که از آن خفت میبارد. نگاهی درباره لزوم بررسی دقیق پیامدها برای دستیابی به تصویری روشن و واقع بینانه از دیدگاه های مختلفی که در موضوع تأثیرات و پیامدهای های فمینیسم بر زندگی و به طور کلی جامعه غرب وجود دارد، توجه به مسائل زیل در بررسی پیامدهای های فمینیسم لازم به نظر می رسد. تفکیک پیامدهای مثبت از منفی در قدم اول بررسی این نکته لازم است که آموزه ها و مبارزات فمینیستی تا چه حد توانستند زنان را از جایگاه و موقعیت فرودست سابق به موقعیتی قابل قبولتر ارتقا دهند دیگر اینکه آیا آموزه ها و فعالیت های فمینیستی آثار نامطلوبی در پی داشتهاند در این صورت این تأثیرات کدامند و دامنگیر کدام یک از اقشار جامعه یعنی زن و مرد و یا کودکان شده اند. همچنین در تشخیص و تفکیک پیامدهای مثبت و منفی توجه به این نکته ضروری است که هیچگاه نباید دستاوردهای مثبت یا منفی را به صورت جزئی و انتزاعی تحلیل نمود بلکه باید به پیامدها و تاثیرات جانبی که یک دستاورد به ظاهر مثبت نه فقط در زندگی فردی زنان بلکه در حیات خانوادگی و اجتماعی آنان و نه صرفا در زندگی زنان بلکه بر زندگی تمام اخشار جامعه اهم از زنان و مردان و کودکان داشته است دقیقا توجه نمود. برای مثال از مهمترین دستاوردها و پیامدهای مثبتی که به فمینیسم نسبت داده می شود گشودن درهای بازار کار، برداشتن موانع اشتغال زنان و بالاخره استقلال اقتصادی است. در حالی که به عقیده بسیاری از صاحب نظران دستاوردهای مثبت مذکور موجبات مشکلات و سختیهای های متفاوت و نوظهوری را در زندگی زنان فراهم آورده است. جرمین گریر که زمانی از رهبران فمینیسم بود در کتاب زن کامل 1999 در شرح پیامدهای فمینیسم اظهار داشته است آزادی هایی که فمینیسم برای زنان برمغان آورده به آزاد شدن مرد از تعهدات خانوادگیش نسبت به همسر و فرزندان به ویژه در تأمین هزینه های خانواده منجر شده است مرد امروز زندگی بدون مسئولیت می و زنان را با بار مشکلات اقتصادی تنها گذاشته است به گونه ای که امروزه تعنیس فقر در جهان غرب به مسئله بحث برانگیز تبدیل شده است این در حالی است که مارلین فرنج نویسنده فمینیست کتاب جنگ علیه زنان می نویسد بنابر آمار در حال حاضر 22 میلیون نفر از زنان آمریکایی به همسران خود متکی هستند گزارشا نشان میدهند این از زنان که هرگز شغلی نداشتهاند و سالهاست کار نمی کنند تنها مردمی هستند که از فقر بری میباشند چنانچه مشاهده می شود مسائلی که از نظر برخی افراد جزء دستاوردهای مثبت فمینیسم شمرده می شود انتقادات گروهی دیگر را برانگیخته است این امر از سوی دیگر نیز صادق است یعنی ممکن است بعضی از مسائلی که جزء طبعات منفی به شمار می رود از منظری دیگر قابل دفاع و مثبت ارزیابی شود. برای مثال گاه افزایش آمار طلاق از طبعات منفی فمینیسم محسوب می شود. در حالی که برخی معتقدند اینکه زنان به یمن اصلاحات حقوقی بتوانند خود را از فشارها و شرایط نامطلوب زندگی با یک مرد رها کنند امری مطلوب است و نباید افزایش آمار طلاق را به طور کلی پدیدهی مزموم دانست. تشخیص پیامدهای واقعی فمینیسم مسئله بسیار حائز اهمیت در تحلیل پیامدهای فمینیسم پرداختن به این مسئله است که آیا آنچه به عنوان پیامد به فمینیسم نسبت داده می شود در فرض عدم ظهور فمینیسم در جوامع غرب به وقوع نمی پیوست؟ آیا تحولاتی که امروزه در زندگی زنان شاهد آن هستیم صرفا معلول فمینیسم است؟ در صورت وجود دیگر عوامل تاثیرگذار بر تحولات زندگی زنان این عوامل کدامند؟ میزان تاثیرگذاری آنها بر زندگی زنان به چه نحو است و فعالیت های فمینیستی در این میان چه نقش و جایگاهی داشتند. بعضی از منتقدان معتقدند رفاه نسبی که امروزه بر زندگی زنان حکم فرماست و برخورداری زنان از آزادی های بیشتری که نسل های پیشین از آن محروم بودند برخلاف آنچه فمینیست ها ادعا می کنند نه معلول فمینیسم بلکه معلول تحولات اقتصادی و اجتماعی عظیمی است که در دهه های اخیر در تمام ابعاد و زوایای حیات فردی و اجتماعی مردان و زنان غربی تأثیرات بی سابقی ایجاد کرده است. پروفسور رابرت اچ بروک معتقد است گرچه فمینیست ها برای کلیه تحولات مثبت ایجاد شده در زندگی زنان خواهان امتیازند اما امتیازی برای پیروزی ها و پیشرفت های زنان خصوصا در نیمه دوم قرن بیستم به فمینیست ها تعلق نمی گیرد. او پیشرفت های امروزی زندگی زنان را صرفا معلول پیشرفت تکنولوژی می داند و با مقایسه وضعیت زندگی زنان در نسل های گذشته و مشغولیت شبانه روزی آنان در کارهای خانه و بچه داری نتیجه می گیرد آنچه زنان امروز را از انجام کارهای سخت و وقتگیر گذشته آزاد و رها ساخته است و بدین وسیله زمینه حضور آنان را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم ساخته فقط پیشرفت تکنولوژی است. همچنین نیکولاس دیویدسن تصریح می نماید بهبود زندگی زنان و البته مردان آمریکایی در صد سال گذشته عمدتا مرهون پیشرفت اقتصادی است نه فعالیت های اجتماعی. همه ی آنچه فمینیسم در قرن گذشته برای زنان انجام داده است به اندازه اختراع ماشین لباسشویی ارزش ندارد. این جمله را نیکولاس دیویدسن در کتاب نگاهی به فمینیسم صفحه 57 در قسمت نقایص نظریه فمینیسم گفته است. ادامه ایمت. گرچه دیویدسن اضافه می کند نباید برخی از فواید فمینیسم را نادیده بگیریم و بروک نیز دستیابی به حقوقی چون حق رعی و حق مالکیت زمین را دستاورد مبارزات فمینیست های اولیه می داند، با این حال نظریات دیگری نیز وجود دارند که نقش فمینیسم و مبارزات فمینیست ها را حتی در حصول چنین حقوقی بسیار کمرنگ و ناچیز ارزیابی می کنند. برای نمونه برخی تحلیلگران دستیابی زنان به حقوق شهروندی را از طبعات و پیامدهای پیشرفت و تکامل لیبرالیسم تلقی می کنند. در این دیدگاه لیبرالیسم در مراحل اولیه در مقام نظر تمام انسانها را واجد حقوق طبیعی دانست. اما در مقام عمل تنها گروهی از انسانها یعنی مردان سفید پوست اروپایی را از این حقوق بهرهمند ساخت با این حال طی سالهای بعد با اصلاحاتی که در این زمینه پدید آمد حقوق فردی و شهروندی و غیره در مورد تمام اقلیت اعم از اقلیت های قومی نژادی و از جمله زنان که در آن زمان مستاق اقلیت به شمار می آمدند تسری و عمومیت یافت لذا دستیابی زنان به حقوق شهروندی و مانند آن محصول اصلاح، تکامل و گسترش لیبرالیسم است و نباید آن را جریانی جدایی از لیبرالیسم در عرض آن و یا علیه آن تلقی کرد. برای نمونه برخلاف فمینیست ها که در توصیف ها و تحلیل هایشان میکوشند جریان کسب حق رأی زنان را جریانی حماسی و مبارزاتی پرفراز و نشیب جلوه دهند، که طی آن زنان توانستند مردان را مجبور به عقب نشینی نمایند و حق زنان را از چنگ مردان درآورند برخی نیز معتقدند زنان تنها زمانی به حق رأی دست یافتند که دولت مردان بنابر مصالح سیاسی و اجتماعی تصمیم گرفتن حق رأی را به زنان اعطا کنند و یا اینکه فرصت‌های جدید زنان توسعه طبیعی یک تمدن صنعتی بود و حتی اگر زنان خواستار حق رأی نمی شدند، این امر به وقوع می پیوست. گرچه ممکن بود رشد آن آهسته تر باشد، اما به هر حال ظاهر می شد. در کنار این دیدگاه ها، این نقطه نظر نیز قابل تعمل است که اگر توان تأثیرگذاری فمینیسم کمتر از آن باشد که بتواند منشأ پیامدهای مثبت مذکور باشد طبیعتا بسیاری از مسائلی که جزء پیامدهای منفی فمینیسم تلقی می شود نیز از دایره نفوذ فمینیسم خارج خواهد بود و باید برای آنها علل و عوامل دیگری جستجو کرد و یا فمینیسم را نه به عنوان علت تامه بلکه در ردیف یکی از عوامل پدید شرایط نامطلوب ذکر شده قرار داد. میزان سود رسانی پیامت های فمینیسم برای زنان سوال دیگری که در ادامه سوال قبل پیش می آید این است که آیا فمینیسم جریانی در راستای منافع زنان است و یا آنکه می توان اقراض پشت پرده ای را در ترویج فمینیسم جستجو نمود؟ بهترین راه برای پاسخ بررسی این مطلب است که دستاوردهای فمینیسم چه تأثیراتی بر اقشار مردان، زنان، کودکان و غیره و جریانات مختلف یعنی جریانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره داشته و بیشترین منافع را برای کدام یک از آنها برمغان آورده است. فمینیسم جریانی به نفع مردان در پاره از انتقادات، فمینیسم جریانی معرفی می شود که آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای اهداف و منافع مردان قدم برداشته و بر می دارد. از جمله مواردی که این منتقدان در تبیین مردان بودن جریان فمینیسم به استناد می کنند، تحقیر صفات، و ویژگی های سنتی زنان است که از دیرباز در فرهنگ غرب مطرح می‌شد و فمینیست نیز با پذیرش حقارت و پستی صفات زنانه به این نگاه تحقیرآمیز و بدبینانه دامن زدند. مطالبه آرمان‌ها و حقوق مردانه برای زنان و به قول یتیس برداشت فمینیست مبنی بر اینکه راه مردانه امور درسته است منتقدان را به این نظر وا داشته است که فمینیسم با الگو قرار دادن مردان برای زنان برای تقویت آرمانها و خصوصیات مردانه قدم برداشته است. همچنین شعار برابری حقوقی در موارد بسیاری باعث سلب مسئولیتهای سنگین زندگی از دوش مردان شده است. همچنین گزارش ها حاکی است که حق آزادی جنسی زنان که توسط فمینیست ها دنبال شده است تسهیلات و منافعی برای مردان به دنبال داشته است این قبیل مسائل برخی منتقدان را بر این اظهار نظر واداشته است که معمولا زنان غربی و سایر ملت هایی که فمینیسم را پذیرفتند گمان می کنند آزادی دارند قدرت دارند مستقلند و مردان از آنان می و غیره در حالی که واقع امر غیر از این پندار هاست مردان یگان سیاستگذاران گذاران عرصه اندیشه و جریانات عملی در غرب و سایر ممالک تابعه هستند فمینیسم به کمک مردان ظاهر شد و با نیرو و مساعدت آنان ادامه یافت چنانکه تغییر مسیر آن همکنون از سوی مردان انجام می شود. فمینیسم جریانی در جهت منافع سرمایداری گاهی از فمینیسم به عنوان جریانی در جهت تأمین منافع سرمایداری یاد می شود. انقلاب صنعتی و نظام سرمایداری تحولات و تغییرات بنیادینی در عرصه های مختلف زندگی غرب به دنبال داشتهاند که یکی از آنها ورود زنان به بازار اشتغال است. اشتغال زنان و حضور گسترده آنان در فعالیت‌های اقتصادی مسائل و موضوعات جدیدی برای زنان، خانواده و اجتماع مطرح ساخته و زمینه را برای فرهنگ‌ها و آداب و رسوم سنتی حاکم بر روابط زن و مرد در خانواده تنگ کرد. در شرایطی که زن همانند مرد از قدرت اقتصادی برخوردار بود، آموزه های قدیمی مبنی بر اطاعت زن از مرد به دلیل نقش ناناوری مرد دیگر منطقی به نظر نمی رسید. همچنین با حضور زن در کار بیرون از خانه به همراه مرد، عدم شرکت مردان در کارهای خانه مانند گذشته قابل توجیه نبود. گویی با شرایط جدیدی که پس از انقلاب صنعتی بر زندگی ها حاکم فرما شده بود، آموزه های قدیمی حاکم بر خانواده های هسته پدرسالار توان پاسخگویی به شرایط جدید را نداشت و نظام سرمایداری برای حفظ حیات خود نیاز به آموزه هایی داشت که بتواند با شرایط جدید همخانی داشته باشد. در همین اسنا بود که فمینیسم با زیر سال بردن نظم پیشین و تعریف حقوق و نقش جدید برای زنان گره از کار سرمایداری گشود. به طوری که گرچه دستاوردهای های فمینیسم گاه به ضرر زنان و گاه به ضرر مردان و گاه به ضرر هر دو تمام شده است اما در هر حال اهداف و منافع نظام سرمایهداری را دنبال می کند. فمینیسم جریانی در جهت منافع سیاستمداران. گاهی گفته می شود فمینیسم برخلاف ظاهرش که جریانی در جهت منافع زنان قلمداد می شود بیش از هر چیز ابزاری سیاسی در جهت اغراض سیاسی سیاستمداران و دولت مردان و خصوصا در جهت پیشبرد پروژه جهانی سازی است امروزه در پروژه جهانی سازی بر سه محور مهم اصلاحات اقتصادی با محوریت تجارت آزاد اصلاحات سیاسی با محوریت دموکراسی غربی و اصلاح وضعیت زنان با محوریت برابری و رفع های اخلاقی میان زن و مرد تأکید می شود. از آنجا که زنان نقش بسزایی در فرهنگ جوامع و انتقال آن به نسل بعد دارند، همسانسازی فرهنگی زنان جهان قدم قابل توجهی برای همسانسازی جهانی و جهانی شدن به شمار می رود. از این رو امروزه آموزه های فمینیسم به عنوان الگوی زنان جهان توسط مراکز قدرت و سیاست، تبلیغ و ترویج می شود. از دیگر اهداف پشت پرده ترویج فمینیسم مبارزه با بنیادگرایی عنوان می شود. روزنامه اکنومیست در سال 1994 سه پیشنهاد برای مهار مسالمت آمیز بنیادگرایی ارائه می کند که یکی از آن سه مورد از بین بردن اصول بنیادگرایانه حاکم بر روابط زن و مرد و جایگزینی آن با اصول فمینیستی به عنوان اصول آزادی و عدالت جویانه است. همچنین کاستلز مهمترین عامل رشد بنیادگرای مسیحی در دهه های 80 و 90 قرن 20 را واکنش به پدر سالاری در جریانات فمینیستی می داند. نقد و بررسی پیامدهای فمینیسم. آنچه دستاوردها و پیامدهای فمینیسم تلقی می شود فارغ از هر گونه نقد و ارزیابی شامل موارد زیر است 1. شرکت گسترده زنان در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی در سطح خرد و کلان دو کسب استقلال اقتصادی برای زنان 3. به دست آوردن حس اعتماد به نفس برای حضور در صحنه های قدرت اقتصادی و سیاسی چهار ایجاد تردید در بسیاری باورها و آموزه های سنتی در مورد زنان و متقاعد ساختن رهبران و اندیشمندان به بازنگری در آموزه ها. پنج کم کردن فاصله دو جنس در خانه و اجتماع. شش دستیابی زنان به حق کنترل موالید، سخت جنین و آزادی جنسی. هفت، به چالش کشیدن شکل سنتی خانواده و تعریف انواع جدیدی از خانواده 8 راه یافتن قانون و نفوذ دولت به عرصه خصوصی 9 رفع موانع اشتغال زنان 10 ایجاد مشکلات جدید اقتصادی برای زنان 11 ایجاد حس رقابت و ستیزجویی میان دو جنس 12 ظهور خلع شخصیتی و بحران هویت در زنان سیزده رواج خشونت ها و بزهکاری های زنان و غیره گفتار پیش رو با دستبندی پیامدهای مذکور تحت دو محور اختلال در هویت زنانه و بحران خانواده به نقد و ارزیابی مهمترین پیامدهای فمینیسم می‌پردازد. اختلال در هویت زنانه کاستلز جوهر نهزت فمینیسم را باز تعریف هویت زنان میداند و معتقد است چیزی که نهزت فمینیسم به انکار آن برخواسته هویتی است که مردان برای زنان تعریف می کنند و در خانواده پدرسالار نیز تقدیس می شود از سوی دیگر بسیاری از انتقادات وارد شده بر فمینیسم به همین مسئله یعنی انکار هویت زنانه در فمینیسم و تلاش فمینیست ها برای ارائه تعریفی جدید از هویت زنانه باز میگردد منظور از هویت زنانه تصویر و احساسی است که زن از زن بودن خود دارد و انتظاراتی است که به عنوان زن برای خود تعریف می کند. تفکیک جنس یعنی تفاوت زیستی و بیولوژیکی از جنسیت یعنی تفاوت دو جنس در رفتارها، عملکردها، تواناییها، صفات و نقشها و غیر اصیل و ساختگی معرفی کردن جنسیت زنانه مهمترین قدم فمینیست ها جهت انکار هویت جنسی بوده است. در همین راستا از طریق مبارزه با نقش جنسیتی برخوردهای مبتنی بر جنسیت حقوق مبتنی بر تفاوت‌های جنسیتی و مانند آنها تلاش برای از میان بردن تفاوت‌های جنسیتی مورد اتهام جدی ها و حتی نهادهای بین‌المللی قرار گرفت. بدین ترتیب فمینیسم مفهوم زن را از تمام صفات، ویژگی‌ها و نقش‌هایی که به طور سنتی به او نسبت داده میشد، توهی ساخت و در عوض ارزش‌ها، حقوق و نقش‌های مردانه را به عنوان وضعیت مطلوب و آرمانی زنان مطرح کرد. در حقیقت مردان را الگوی مناسبی برای زنان معرفی نمود و هویت مردانه را جایگزین هویت زنانه کرد. نفی هویت زنانه و الگو قرار گرفتن یک جنس یعنی مردان برای جنس دیگر یعنی زنان پیامدها و آثاری بر هر دو جنس خانواده و اجتماع در پی داشته که از زوایای مختلف مورد توجه منتقدان قرار گرفته است اول اینکه انکار یا نادیده گرفتن تفاوت‌های حقیقی بین دو جنس تفاوت‌های حقیقی را از بین نمیبرد. لذا این تفاوتها به تب در زندگی زنان منشأ اثر خواهد بود و سعی فرد یا جامعه در انکار آنها زن را به نوعی تنش و درگیری بین واقعیت وجودی خود و نظرات تحمیلی بیرونی مبتلا می سازد. همانطور که سازگاری و همخانی نقش وظایف و مسئولیت با طبیعت و فطرت زنانه و مردانه منجر به احساس نشاط و رضایتمندی می شود، مطالبه نقشهایی که با طبیعت شخص سازگار نیست باعث از خود بیگانگی و عدم تعادل شخصیتی فرد خواهد شد. دکتر تونی گرنت معتقد است فمینیسم دروغ های بسیار زیادی به زنان غرب گفته است از جمله اینکه زن هیچ فرقی با مرد ندارد و دیگر اینکه زن می تواند هم پای مردان حرکت کند گویی فمینیسم در صدد آن بود که زن را مرد کند قافل از اینکه مرد بودن وقتی یک شخص واقعا زن است کار خسته کننده است دوم اینکه انکار تفاوت ها و نفی هویت زنانه باعث کاهش احساس ارزشمندی در زنان و افزایش حس خودکمبینی در آنان می شود. چرا که از مهمترین آثار پذیرش هویت و نقش های متمایز و بکارگیری صحیح توانمندی های زنانه احساس ارزشمندی است. آنگاه که زن احساس می کند خداوند، خود او و جامعه از وی انتظاراتی خاص دارند و او می تواند در آن مسیر به خوبی ایفای نقش کند هم از زن بودن خود احساس رضایت می کند و هم تدبیر خداوند نسبت به او را که در قالب اعطای توانمندی های خاص و آموزه ها و قوانین ویژه جلوگر شده است می ستاید. با کم اثر شدن نقش های زنانه و خروج زن از موضع اقتدار و کارآمدی ویژه احساس ارزشمندی در زنان کم می شود. همچنین دور شدن از ابعاد زنانه زنان را از قدرتهای خاص و ویژه زنان و موقعیتهای منحصر به فردی که در خانواده در رابطه با شوهر و فرزندان داشته اند محروم ساخته است.